نوید خوش. شرکت هوایی افق شب برای اولین بار پروازهای کابل غزنی و غزنی کابل را هفته یک بار بر روزهای چهارشنبه اجرا و عملی می نماید. مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقع سرک 11 وزیر اکبرخان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شماره های تماس 0780-388-775 و یا 0797-71-71-70. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. مهمترین ها از یک است، سرخط خبرها. کمیسیون آرای نزدیک به 500 محل رایدهی را در 31 ولایت بازشماری می کند. گریز از ناکامی و شکست. ریاست جمهوری در تلاش است همه نامزدان را در حکومت آینده جا دهد. و ارزیابی محرمانه. با کاهش کمک های امریکا 7 وزارت افغانستان سقوط خواهد کرد. با عرض سلام، من نشانه نورزاد ابراهیمی و رامین سالک با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما هستیم و همچنان تازه ترین رویدادهای ورزشی را با ما دنبال کنید. کمیسیون مستقل انتخابات شمارش دوباره آرا را امروز در 22 ولایت آغاز کرده است. بازشماری آرا در 31 ولایت به علت مشکلاتی که در محل‌های رایدهی وجود داشتند در نزدیک به 500 محل صورت خواهد گرفت و مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می‌ورزند که بازنگری آرای نزدیک به 500 محل دیگر نیز بنابر مشکلات در برگه‌های نتایج آغاز شده است. ولی آریانو جزئیات بیشتری خبر. تازه تمامی برگه های نتایج به بانک آرای کمیسیون مستقل انتخابات رسیده است و کار برای درج آرای نامزدان ادامه دارد. اما کمیسیون مستقل انتخابات از مشکلات در برخی از محل های رایدهی نام میبرد که سبب شمارش دوباره آرا در 31 ولایت کشور شده است. کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته تا جایی که در مراکز و محلات رایدهی مشکلات باشه، با خصوص بالاتر از 600 رای به نفع کاندید حساب شده باشه، باید مکمل پس از هر شمارش اونجا مجدد صورت بگیره. بازنگری آرا کار دیگر است که کمیسیون مستقل انتخابات در 30 ولایت در نزدیک به 500 محل رای دهی آغاز کرده است. ظاهراً در این محل ها هم تخطی های صورت گرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز از 26 ولایت تنها 10% نتایج قسمی محل ها را اعلام کرده است. 7 روز دیگر تا اعلام نتایج نخستین انتخابات باقی است. و اما آیا این کمیسیون می تواند تا این مدت این نتایج را اعلام کند؟ هر محلی که مشکل با میان میاد، ما او مرکز نمیتونیم که در مرکز جمهوری نتایج پروسس کنیم، چون باید او کلیر شود، واضح ساخته شود که عرایز او باطل میشه و یا هم درج سیستم باید شود. بنابراین ما مدت زمان مشخص نیاز داریم که بریم به اصل مراجعه کنیم که امو محل است یا امو مرکز است و اونجا باید دیده شود که در محلات که مشکل است، مشکل چی است و او را باید باطل اعلان کنیم و یا که درج سیستم بسازیم، که یک کمک زمانگیر است، ولی ما امیدوار هستیم تا 4 ماه سوار بتانیم نتیجه ابتدایی را اعلان کنیم. با این همه به نظر می رسد که فرصت اندک است و کار برای اعلام نتایج نخستین انتخابات بسیار دیده شود که تا چه اندازه کمیسیون های انتخاباتی بر شفافیت و سلامت انتخابات جدی استند و به تخطی ها و دستبرد ها رسیدگی خواهند کرد. تخطی ها و دستبرد هایی که می توانند بر شفافیت و سلامت انتخابات صدمه بزرگی برسانند.
کمیسیون شکایت های انتخاباتی دستور قرنطینه 516 مرکز و محل رایدهی را امروز به کمیسیون مستقل انتخابات داد. از سوی هم 892 مورد دیگر قرار است در روزهای آینده قرنطین شوند. کمیسیون شکایت های انتخاباتی بررسی تمامی موارد قرنطین شده را هفته آینده آغاز می کند. بشیر احمد قاسانی و قرنطین شدن این مراکز. کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز دستور قرنطینه 516 مرکز و محل رایدهی را به کمیسیون مستقل انتخابات داده است. پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی دستور قرنطینه شدن 892 مرکز و محل رایدهی را نیز صادر کرده بود. مجموع مرکزها و محلهایی که قرنطینه خواهند شد به 1408 مورد خواهد رسید. ای که یک محل یا یک مرکز یا یک صندوق به قرنطینه میره، معنای از این نیست که آرا باطل میشه. معنای از این هست که اینا با حضور هیئت ها به شکل دقیقش تحت بررسی و رسیدگی قرار میگیره و در نتیجه از این بررسی و رسیدگی آرا و نتایج ابطال شده معلوم میشه. رسیدگی به موارد قرنطین شده میتواند روی نتایج قسمی ابتدایی و نهایی انتخابات اثرگذار باشد. کمیسیون شکایات انتخاباتی از رسیدگی به موارد قرنطین در همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات در آغاز هفته آینده سخن میزند. با تعیین هیئت از کمیسیون مرکزی انتخابات و همچنین گرفتن آمادگی ها از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی، این هیئت ها برای رسیدگی و بررسی همه صندوق ها و مراکز و محلات قرنطینه شده به ولایات و زون های مختلف اعزام خواهد شد و در یک پروسه بسیار شفاف و بسیار عادلانه روند بررسی موارد قرنطینه شده آغاز خواهد شد. کمیسیون های انتخاباتی تقلب های صورت گرفته در انتخابات را با پیمانه گسترده نمی دانند تا مشروعیت انتخابات را زیر پرسش قرار دهد. اما هشدار می دهند در صورتی که موارد تقلب، تخطی و تقلب های صورت گرفته بررسی نشوند، در آن صورت سلامت انتخابات زیر سوال خواهد رفت. ریاست جمهوری می کوشد تا زمینه های مشارکت تمامی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را در حکومت آینده فراهم سازد. معاون اول رئیس جمهور کرزی تاکید کرده است که با این کار نامزدان این انتخابات احساس ناکامی و یا شکست نخواهند کرد. اکنون این گفته ها واکنش هایی را به همراه شده است. حسیب مودودی درباره واکنش ها میگوید. رقابت برای حکومت سازی یا مشارکت در حکومت داری؟ این بار زمزمه های مشارکت نامزدان در حکومت آینده از ریاست جمهوری بلند شده است. چنان که معاون اول رئیس جمهور کرزی در دیدارش با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کابل بر این موضوع تاکید کرده است. مسائی ما در جهتی است که در آن انشالله مشارکت همه نامزدان ریاست جمهوری پس از اعلام نتایج در حکومت آینده افغانستان در نتیجه یک تفاهم فراهم گردد و در آن کسی شکست و ناکامی را احساس نکند. با این حال ستادهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در پیوند با تلاش حکومت در کار مشارکت نامزدان در حکومت آینده دیدگاه های گوناگونی دارند. حکومت افغانستان مکلفیتشان یک انتخابات شفاف و وظیفهشان تا اعلام نتایج است. بعدا میشه که از تجربهشان استفاده شوند، ولی فرمایشات برای یک کاندید برنده فکر میکنم که دور از انصاف خواهد بودن و هر کاندید به اساس مش خود تصمیم میگیره و ما برای اطمینانمون برای مردم افغانستان و برای تمام مسئولین است که حکومت انحصاری نخواهد بود، حکومتی خواهد بود که یک حکومت همشمول و در برگیرنده و آماده استقبال از تمام استعدادها و ظرفیت‌های موجود در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان برای خدمت برای منافع مردم افغانستان. نمایندگان مجلس هم واکنش های دارند. دیدگاه های موافق و مخالف با این خواست. ممکن است این کارا به جای از اینکه مثبت باشه اصلا اعتماد مردم از پروسه و از انتخابات و از دموکراسی سست بکنه، کم بکنه. کسایی که از لحاظ تجارب، از لحاظ تخصص، از لحاظ کادری بودنشان مطرح بحث است، موثریتشان مطرح بحث است. ما امیدوار هستیم که این موضوعات هم اگر مد نظر میگیرن این مشکلی نخواهد داشت، به وحدت ملی و آینده افغانستان مفید خواهد بود. حال با این اوضاع این رئیس جمهور آینده کشور است که تصمیم نهایی را درباره مشارکت نامزدان در حکومتش میگیرد، حکومتی که مردم انتظارهای زیادی از آن دارند.
مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در تخار بازشماری آرای مشکوک را آغاز کردند. به گفته رئیس این کمیسیون، این بازشماری آرا به هدف شفافیت در روند رایدهی براه انداخته شده است. در حالی که باشندگان ولایت تخار در انتظار اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی هستند، اما دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در این ولایت بازشماری آرای شماری از محلات رایدهی را آغاز کرده است. آرای 19 محل در 10 ولسوالی تخار بازشماری خواهد شد. عوامل اصلی این بازشماری چندین عامل است. یکی حتما در پاکت ها نتایج ممکنه در خریدها ها نباشه، یک مورد ممکنه باشه، یکی ممکن است که نتایج به صورت خانه ثبت نشده باشه. مسئولان کمیسیون شکایت های انتخاباتی در تخار نیز خواهان قرنطینه شدن 19 محل رایدهی در این ولایت شده اند. به گفته آنان شماری از پرونده ها در پیوند به تخلف های انتخاباتی در تخار به دادگاه و دادستانی فرستاده شده است. 19 مورد از سایت ها و محلاتی که مورد ابهام قرار گرفته و ثابت شده تقریبا تخلف و تخطی در اون ساحات، ما اینا را قرنطینه کردیم و لیست شبه کمیسیون محترم انتخابات دادیم. این در حال است که 113 مورد شکایت از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی تخار ثبت شده است که 24 مورد آن مربوط به نامزدان ریاست جمهوری، 34 مورد آن به نامزدان شوراهای ولایتی و 18 مورد دیگر به کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات این ولایت پیوند داده شده است. ارزیابی محرمانه امریکا نشان می‌دهد که هدف وزارت افغانستان پس از کاهش که 7 وزارت افغانستان پس از کاهش کمک‌های امریکا سقوط خواهند کرد. مالیه، معدن، انرژی، مخابرات، معارف، صحت و زراعت وزارت‌های شامل در این ارزیابی محرمانه وزارت خارجه امریکاست. نقش کمک‌های ایالات متحده امریکا برای وزارت‌های افغانستان تا به دست واشنگتن تایمز آمده. این ارزیابی محرمانه تکان دهنده است و هشدارهایی نیز در پی دارد. بر بنیاد همین ارزیابی با کاهش کمک‌های ایالات متحده آمریکا 7 وزارت کشور فلج خواهد شد. در بخش از این گزارش گفته شده که ادامه کمک‌های ایالات متحده آمریکا برای حکومت داری خوب در وزارت‌های مالیه، معدن، انرژی، مخابرات، معارف، صحت و زراعت نتیجه مثبت نداشت و هنوز هم فساد اداری یک چالش عمده در این وزارت‌ها به شمار می‌رود. اداره توسعه امریکا نمیتواند بالای وزارت زراعت به خاطر رشوه‌ستانی باور کند. این وزارت قابلیت جلب کمک‌ها را ندارد. سیستم حسابدهی وزارت معادن، معارف، مخابرات و صحت عامه منظم نیست و نیز سیستم خریداری این وزارت‌ها با مشکلات روبرو است. رشوه‌ستانی و سوء استفاده در این وزارت نیز وجود دارد. سیستم حسابدهی شرکت برشنا نیز شفاف نیست، اما سیستم خریداری آن میتواند تا اندازه‌ای قابل اعتبار برای جذب کمک‌کننده‌ها باشد. با تلاش‌های زیاد موفق به دریافت نظر ریاست جمهوری در این باره نشدیم. وزارت مالیه هم نخواست در این باره صحبت کند، اما این وزارت 20 میلیارد افغانی کسر بودجه را در سال جاری میپذیرد. در قسمت بودجه انکشافی اختیاری ما کسر بودجه داریم، فعلا که او شامل فرمان بودجه است که در حدود 20 میلیارد کسرش است، اما یک مقدارش که در حدود 30 میلیارد باقی مانده دیگه عزیزتن، یک مقدارش از بودجه از عواید داخلی ما تمویل میشه و یک مقدار دیگه هزی کمک دونر هستن و کمک دونر هم تابع شرایط خاص خود است. تمام بودجه توسعه و یک سیوم بودجه عادی کشور وابسته به کمک های خارجی است و قطع این کمک ها تاثیر ناگوار بر اقتصاد کشور دارد. از میان 7 وزارتی که در ارزیابی محرمانی وزارت خارجه امریکا انتخاب شده است، تنها وزارت مالیه دارای یک سیستم منظم مالی است. اما در سال 2013 نیز در این وزارت نزدیک به 26 مورد تقلب و سوء استفاده ثبت شده است. شماره از نهادهای داخلی و خارجی در افغانستان از سوی کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری به عملکرد ضعیف در کار مبارزه با فساد متهم شدند. این کمیته در گزارش از فرهنگ معافیت فساد پیشگان در نهادهای عدلی و قضایی نیز انتقاد میکند. سجاد محمدی با جزئیات بیشتر. عملکرد شماره از نهادهای دولت افغانستان و نیز برخی از اداره های خارجی در افغانستان در گزارش تازه کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری به بررسی گرفته شده است. گزارشی که شاید برای برخی نهادها خوشایند نباشد.
متاسفانه بگویم که سه نهاد ما داریم که کاملا ضعیف بودند در این قسمت، از جمله نیروهای بین المللی کمک امنیت به افغانستان است یا آیساف، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان است و اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان یا آیسا، که ما به این نهادها سفارشات روان کردیم ولی پاسخگویی از اینا بسیار کم بود. هرچند آیسا، اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان و وزارت امور مهاجران و بازگشت کنندگان نتیجه این گزارش را نمیپذیرند و خواهان ارائه سند در این پیوند هستند. ما هیچ دلیل مواجه نمیبینیم که اداره مک به روی چی ملحوظات، بعضن گفته میشه که شاید شخصی باشن، ولی اتو دلایل و اسناد مواجه که در مورد سایر موضوعاتی که بحث کردین موجود باشن، مهربانی بفرمایید نشان بدن. به هیچ وجه کلمی که فساد اداری و یا هم فساد در وزارت امور مهاجرین هست ایده نمیپذیریم، به این اساس که اگر باشه اونا شواهد ارائه بکنن. همچنان در این گزارش نیروهای آیساف با کمک نکردن به نهادهای عدلی و قضایی در کار بررسی پرونده فساد در بیمارستان سردار محمد داوود و ورود تدارکات نیروهای خارجی بدون مالیه به افغانستان و نیز جلوگیری نکردن از راه یافتن این تدارکات به بازارها متهم شده است. با تلاش‌های زیاد نتونستیم دیدگاه نیروهای آیساف را در این باره داشته باشیم. فرهنگ معافیت در برابر فساد پیشگان در نهادهای عدلی و قضایی از دیگر مسائل است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. اداره کنترل تفتیش و امثال از اینا که اینا قضایای بسیار زیاد را روان کردن به لوی سارنوان افغانستان که متاسفانه در قسمتی که چی تعداد از اینا بررسی شده و چرا نشده، یک تعدادی که بررسی نشده، ما بسیار معلومات کم داریم. روسیه که از طرف ریاست مبارزه با فساد اداری به سارنوالی مواصلت کرده، اجرات به اینا کافیش ارسال شده که چی تعداد روسیا با محاکمه، چی تعداد روسیا تحت بررسی است و چی تعداد روسیا حفظ گردیده. هیچ وقت روسیه که اسناد شواهد مدارکش مکمل بوده باشد به سارنوانی و روسیا حفظ نشده و به محاکمه افغانستان معول شده. در حالی که بارها گزارش های از موجودیت فساد در نهادهای داخلی و خارجی در افغانستان به نشر رسیده، آگاهان اما باور دارند که این موارد تنها در حد پخش چنین گزارش های باقی مانده و پیگیری نشده است. اگر نامزدان ریاست جمهوری نتایج انتخابات را بپذیرند، رشد اقتصادی افغانستان در سالهای 2014 و 2015 میلادی مسیر صعودی خواهد داشت. بانک انکشاف آسیایی اشتراک گسترده مردم به ویژه بانوان را در انتخابات ستایش می کند و پیشرفت اقتصاد را وابسته به دموکراسی می داند. گزارش از تمیم شهیر را می بینیم. تا پایان سال 2016 میلادی 1,200,000,000 دلار بانک انکشاف آسیایی به افغانستان می‌دهد. از همین پول پروژه های زیربنایی مانند جاده ها، راه‌آهن و انرژی تمویل خواهد شد. حضور پررنگ باشنده های کشور در انتخابات حالا روزنه شده است برای ادامه کمک کننده ها به افغانستان. بانک انکشاف آسیایی یکی از این کمک کننده هاست که در پروژه های زیربنایی کشور در 11 سال گذشته نقش بنیادی داشت و اکنون مسئولین بانک از انتخابات افغانستان ستایش می کند. پیشرفت اقتصاد بدون دموکراسی امکان ندارد. پیش از انتخابات مردم نگرانی داشتند، با ویژه درباره امنیت، اما با حضور پررنگشان ثابت ساختند که اراده قوی دارند و حتی از بیشتر کشورها زیادتر در انتخابات شرکت کردند. پیشبینی های این بانک نیز نشان می دهد که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2014 میلادی بیش از 1% و در سال 2015 میلادی بیش از 2% افزایش خواهد یافت. اما این افزایش بستگی به پذیرفتن نتایج انتخابات است. رشد اقتصادی افغانستان گرچه نسبت به سال 2012 میلادی نزدیک به 9% کاهش یافته است، اما در دو سال بعد افزایش خواهد یافت. چکل منگ داد دا تولید ناخالص ملی تیوار و افیسدی و که گنون دا بیا کمیگی. نو اصل شخص هم داده چه منگ دا تولید ناخالص ملی یعنی داغه پاساسمانی دی فیصدی معلومه کن. کمک های بانک انکشاف آسیایی برمیگردد به سال 2002 میلادی که این بانک در افغانستان به فعالیت آغاز کرد و در 11 سال گذشته نزدیک به 4 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است.
قانون مالیه بر افزایش افزوده امروز از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید. این قانون بازرگانان را مکلف می‌سازد تا از واردات خود 8% مالیات دهند. در میان باز هم غیابت دائمی برخی از نمایندگان خشم حاضران مجلس را برانگیخت. قاری محفوظ از فرماندهان گروه های هراس افغان در بدخشان کشته شده است. این فرد که گفته می شود در بیشتر حمله های هراس افغانانه و قتل ها در این ولایت دست داشت، شب گذشته در ساحه دواب ولسوالی بهارک با کمین نیروهای امنیتی روبرو شده از پا در آمد. نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان گفت که دو هراس افغان دیگر در این رویداد زخم برداشته و 4 تن آنان نیز بازداشت شدند. در این درگیری یک سرباز پلیس نیز زخم برداشته است. پلیس هرات 4 تن از آدمربایان را از ولسوالی شیندند این ولایت بازداشت کرده است. این آدمربایان هنگام بازداشت شدند که قصد داشتند یک باشنده این ولسوالی را بروایند. عبدالحمید نور ولسوال شیندند گفت که این افراد از چند بدین سو در مربوطات این ولسوالی فعالیت داشتند. به گفته ولسوال شیندند از نزد بازداشت شدگان 3 جنگ افزار نیز به دست آمده است. از سر تیراندازی سربازان اسرائیلی بر مردم در مسجد الاقصی در فلسطین دست کم 30 تن زخمی شدند. این 30 تن پس از آن زخمی شدند که نظامیان اسرائیلی بر یک مسجد در شرق شهر قدس حمله کردند. سپس درگیری میان مردم و سربازان اسرائیل اوج گرفت. در این حال شاهدان گفتند که سربازان اسرائیلی مانع دخول آنها به این مسجد شدند. حال با رویدادهای سیاسی با عرض معذرت ورزشی رامین سالک با ماست. حتما تشکر. تیم جودوی افغانستان که توانسته بود در مسابقات کشورهای جنوب آسیا به مقام نایب قهرمانی در رده تیمی و مقام 4 رومی در رده انفرادی برسد، امروز از سوی ریاست تربیت بدنی و سپورت تقدیر شد. این تیم با کسب 8 مدال نقره و 4 مدال برنز پس از هندوستان در مسابقات کشورهای جنوب آسیا به مقام نایب قهرمانی دست یافت. شما تانستین که در سال 2014 در یک فصل نو سال نوی که مسابقات از رشته های مختلف شروع شده، اینه برای اولین بار یک کپی را به کشورتان بیارین و به افغانستان بیارین. از دوره قبلی من در 6 دور شما اشتراک کردم، 5 دور شما اشتراک کردم که این دور بسیار سطح بالا بود که من در دور قبلی تانستم مدال طلا بگیرم، در این دور تانستم که مدال نقره بگیرم. تیم بخش آزاد فدراسیون ورزشی رسمی کشور با کسب 4 مدال طلا و 1 کمربند قهرمانی از مسابقات آزاد پاکستان امروز به کابل برگشتند. این رقابت ها با اشتراک کشورهای هند، پاکستان و افغانستان در شهر لاهور پاکستان برگزار شده بود که از افغانستان 6 ورزشکار در این مسابقات حضور داشتند. رقابت برای هندوستان و پاکستان و افغانستان بود که ما در 6 وزن 6 فایتر برده بودیم. خوشبختانه 4 فایتر ما مسابقه را بردن و 2 فایتر ما از اثر کم تجربگیشان فایت یا مسابقه را به حریفایشان واگذار کردن. آبیانوری پوشان بارسلونا و کهکشانی های رئال مادرید امشب فاینال مسابقات جام پادشاهی اسپانیا را یا موسوم به کوپا دل ری را برگزار میکنند. این مسابقه ساعت 12 شب به وقت کابل در ورزشگاه مستایای والنسیا برگزار میشود و نقاط قابل توجه در این دیدار غیبت رونالدو ستاره تیم رئال مادرید در این بازی میباشد. سرویس خبری بعدی ما 9:30 شب به نشر میرسد. وقتتان خوش. خدا نگهدار. شب برامیتان.